به نام خدا و با عرض سلام به خبر دست طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سر خط خبرها، سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان، خوشبینی به گفتگوهای صلح با طالبان. جیمز ماتیز میگوید که شمار از گروه های طالبان به گفتگوهای صلح با دولت افغانستان علاقه دارند. همه کارها برای رسیدن به یک آشتی است، یک مصالحه سیاسی، نه یک پیروزی نظامی، پیروزی که رای حل سیاسی خواهد بود. موضع‌گیری عالمان دین در حوزه جنوب شرق در برابر نبرد طالبان در افغانستان، نبردهای طالبان جواز شرعی ندارد. نمایشگاه نسخه های خطی قرآن کریم در شهر کابل، دختر کندهاری که نسخه از قرآن کریم را با دست نوشته است از تلاش هایش می گوید. ما به دیر په خوشالۍ جوړوي سهار به میلمون سبا کې دې قرآن شریف ته کښېنستلم د ماښام در دولس در یوې بجې پرما جوړوي. و برکناری ریکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، رئیس CIA به حیث وزیر خارجه ایالات متحده امریکا گماشته شده است. من فؤاد امان هستم. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار از اخراج سه عضو ارشد این حزب خبر می‌دهد. در یک اعلامیه حزب اسلامی گلبدین حکمتیار آمده است که با در نظر داشت رویدادها و انکشافهای اخیر در کشور، شورای اجرایی این حزب در نشست به اتفاق آرا عبدالهادی ارغندیوال، انجینر محمد خان و دکتر انور را از عضویت این حزب برکنار کرده است. بر بنیاد این اعلامیه افراد اخراج شده با احزاب دیگر روابط داشته و خلاف اهداف و خواسته های حزب اسلامی گلبدین حکمتیار کار می‌کردند. جیمز ماتیز وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا از دلبستگی شمار از طالبان به گفتگوهای صلح با کابل سخن میگوید. آقای ماتیز که امروز در یک سفر نامنتظر به کابل آمد میگوید که واشنگتن نشانه هایی را میبیند که علاقمندی گروه های از طالبان را برای صلح با دولت افغانستان نشان میدهد. در همین حال رئیس جمهور غنی میگوید که راهبرد جنوب آسیای ایالات متحده آمریکا احتمال گفتگو با طالبان و نیز پاکستان را فراهم ساخته است. دو هفته پس از اعلام طرح صلح حکومت با طالبان، وزیر دفاع آمریکا در سفرش به کابل از دلبستگی عناصر از طالبان برای بررسی احتمال گفتگوهای صلح با کابل سخن میگوید. در حال حاضر ما می خواهیم که افغانان رهبری تلاش های صلح را به دست داشته باشند. بخشی از این تلاش ها این است که کی با چی کسی گفتگو می کند. اما باید آشکارا بگویم که در دو ماه گذشته ما برخی از گروه های کوچکی از طالبان را دیده ایم که تمایلشان را به گفتگوهای صلح نشان دادند. رئیس جمهور غنی در این دیدار میگوید که صلح با طالبان و نیز با پاکستان تنها در چارچوب راهبرد جنوب آسیای واشنگتن ممکن است. به دلیل تغییر ماهیت بازی، ما حکومت وحدت ملی پیشنهاد صلح با طالبان و گفتگوهای جامع با پاکستان کردیم. این دو گام تنها در چارچوب راهبرد جنوب آسیا برداشته شده می توانند. جیمز ماتیز درباره پیروزی در جنگ افغانستان چنین میگوید: همه کارها برای رسیدن به یک آشتی است، یک مصالحه سیاسی، نه یک پیروزی نظامی، پیروزی که رای حل سیاسی خواهد بود. در این میان سیاست‌های جنگ و صلح کابل، واشنگتن از بحر ناپایداریش انتقاد می‌شود. رئیس جمهور هم د امریکایانو د خبرو په تایید باندې یه وار جنگ ورسره کوي چې وژنم دي، بل وار یې سل درجه تغییر کوي چې زه سولې ته ځم. با این همه معاون شورای عالی صلح بر فشارهای بیشتر بر طالبان تاکید می‌ورزد. هغه څوک چې صلح نغواړي په هغه باندې فشار راولي، حتی تفیه الى امر الله، تر دې پورې چې د الله تعالی حکم ته آماده شي چې هغه صلح کړي. رئیس جمهور غنی دو هفته پیش در دومین نشست روند کابل یک طرح بی پیشینه صلح را با طالبان اعلام کرد، طرحی که بر بنیاد آن کابل
آماده است به هیچ پیش شرط با طالبان گفتگو کند. مولانا فرید آگاه مسائل سیاسی برای بحث بیشتر در این باره با ماست. خیلی خوش آمدین آقای فرید. در یک وضعیتی که از یک سو طالبان فصل تازه از نبردهایشان را در افغانستان آغاز کرده و از سوی دیگر از صلح با طالبان سخن زده می شد، در این میان وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا فکر می کنین که با چی پیامی به کابل آمده؟ بسم الله الرحمن الرحیم و علی سلام خدمت بینندگان محترم. از نظر ما رفت آمد متحدین و همکارای بین المللی افغانستان با افغانستان و دیدن با رهبران حکومت وحدت ملی از لحاظ سیاسی و از لحاظ تبلیغاتی یک قدم مثبت است، اما مشکل اساسی است که دولت افغانستان چطور می تواند از همچه دید بادیدا و از همچه فرصت ها و از همچه تاییدات بیرونی ها استفاده درست بکند و بتواند قضیه و دایره خود به جای برساند. مثلا چگونه باید استفاده شود؟ ببینید این فرصت از نظر ما دولت افغانستان در ظرف 18 سال پشتیبانی جدی ناتو حتی اجماع جهانی را در رابطه با دایره افغانستان و جنگ صلح داشت، اما تا امروز که امروز است ما ببینیم خود دولت افغانستان هیچ نوع ابتکار عملی نداشته است. بسیار جای شرم است که مسئولین دولت افغانستان بگویند که ما در مسائل جنگ صلح دنبال رو استراتژی جنوب آسیای امریکا استیم، اما خودی دولت هیچ نوع استراتژی نه برای جنگ داشته باشه نه برای صلح. بنان معنایش است که دولت افغانستان فاقد تمام ابتکارات است، رهبری دولت افغانستان هیچ نوع ابتکار و هیچ نوع عملی که بتواند قضیه افغانستان به جای بکشانه که مردم افغانستان آرزو دارند که صلح امنیت است در دسترسش نیست و این توان ندارد. و در این حالت زمان مقام های ایالات متحده آمریکا به کرات میآیند به افغانستان و میرن رفت و آمد می داشته باشند، فکر میکنین که تغییری در وضعیت به وجود خواهد آمد، وضعیت بهتر خواهد شد؟ از نظر من گفتم که ما در 18 سال نتونستیم این فرصت ها را استفاده بهتر بکنیم، تهدیدهای افغانستان تبدیل بکنیم برای فرصت ها، از این کارا نتونستیم استفاده بکنیم. ببینین هر قدر دنیا که ما را حمایت بکنه، ما در داخل خود افغانستان کدام کاره نباشیم، نسبت به اردوی ما، نسبت به رهبری اردوی ما، نسبت به رهبری نیروهای امنیتی ما، نسبت به وحدت صف داخلی خانه خود افغانستان اقدام نکرده باشیم، از نظر ما این رفت آمدام فرصتی است که از دست می رود و افغانستان در جایگاهش می ماند. شما فکر کنین که رهبری دولت افغانستان به خصوص رئیس جمهور چند روز قبل بعد از اینکه مردم ما در نزدیک وزارت داخله سابق به خاک خون کشانده شدند گفت من انتقام خون اینا را میگیرم. آیا انتقام خون همی بود که چند روز بعدش رئیس جمهور اعلام بکند با دادن امتیازاتی که او طرف هیچ خبر نیست سر صلح، با پیشنهادات عجیب غریب، با حاتم بخشی هایی که از جیب ملت افغانستان از خون شهدای افغانستان به طرف داد که او را اونا را جریتر ساخت در جنایت، آیا انتقام خون همی بود؟ بنان تا زمانی که ما خود ما کاری نباشیم، ما خود ما جز چیخ بزنیم اما در عمل حرکتی نداشته باشیم، فکر کنیم که ای آمدن ها مثل آمدن های 18 سال شاید نتیجه مردم افغانستان نداشته باشه. خیلی سپاسگزارم از حضورتان در برنامه. مولانا فرید آگاه مسائل سیاسی. شمار از اعضای مجلس نمایندگان حمله طالبان را بر چندین بخش ولایت فرا یک فاجعه میگویند. آنان میگویند که در حمله طالبان بر چندین بخش این ولایت به ویژه در ولسوالی اناردره ده ها تن از نیروهای امنیتی کشته شدند و جسد های آنان هنوز هم در اختیار طالبان هستند، اما وزارت دفاع ملی از تلفات سنگین طالبان در فرا و بیرون راندن این گروه از ولسوالی اناردره سخن میزنند. فرا از چند ماه به این سو میدان نبردهای خونین و گواه تلفات سنگین نیروهای امنیتی بود است. در تازه ترین رویداد طالبان بر امترین ولسوالی این ولایت حمله کردند و پس از تصرف ولسوالی اناردره فرمانده پلیس و چندین سرباز و افسر اردوی ملی و پلیس را در این ولسوالی کشتند.
در فرا آنچه که اتفاق افتاده یک فاجعه استخباراتی بوده که بهترین های افغانستان قربانی شده. یعنی هر فردی که در کماندو هست شاید برابر 10 فرد عادی یک سرباز ارزش و اهمیت نظامی داره. برخی از اعضای شورای ولایتی و باشندگان این ولایت نیز هشدار می‌دهند که فراه با تهدیدهای جدی هراس افکنان روبروست. فراه امنیتی ځواکونو ته باید تجهیزات او د دوی تشکیل او دغه تازه نفسه قوتونه باید راسی. 90% مسائل جنگ تکتیکی و جنگ‌های نامنظم از طرف کشور ایران سازماندهی میشه. اما وزارت دفاع ملی از عقب راندن طالبان از اناردره خبر می‌دهد و می‌گوید که نیروهای امنیتی با حمله‌های هوایی و زمینی طالبان را سرکوب کردند. از اثر ضربات هوایی و عملیات تصفیوی در ولسوالی‌های بالابلوک و اناردره در ولایت فرا 52 تن دشت افغان کشته، 25 تن زخمی و 1 آراده‌موتر دشمن از بین برده شده است. گفته می شود طالبان پس از گرفتن ولسوالی اناردره مقدار جنگ افزار و تجهیزات نظامی را نیز با خود بردند. شورای عالی صلح می گوید که علت حضور نیروهای خارجی در افغانستان ادامه نبردهای طالبان است. معاون شورای عالی صلح در همایش عالمان دین در ولایت پکتیا می گوید که بیشتر نیروهای خارجی افغانستان را ترک کرده بودند، اما افزایش نبردهای طالبان سبب شد تا جامعه جهانی نیروهای بیشتر به افغانستان بفرستد. در همین حال عالمان دین در حوزه جنوب شرق کشور می گویند که نبردهای طالبان جواز شرعی ندارند. مولوی عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح در یک گردهمایی عالمان دین در حوزه جنوب شرق میگوید که نبرد طالبان سبب شده است تا شمار نیروهای خارجی در افغانستان افزایش یابند. در همین حال عالمان دین نبردهای طالبان را مخالف آموزه‌های دین مبین اسلام می‌دانند و می‌گویند که طالبان مستقل نیستند. دا جګړه جواز نداری، زکه چټول افغانان ټول مسلمانان پکې مړه کیږي. از سوی دیگر والی پکتیا میگوید که ریختاندن خون شهروندان کشور نشان می‌دهد که طالبان از سوی کشورهای دیگر رهبری می‌شوند. تاسې د پردیو له خوا نه ته میلیوی ښکاره خبره خو همدغه څه ده سي جن کوي لنګول کوي وژل کوي او دا د اسلام په مبارک دین کې نشته. این گفته ها در حال مطرح می شوند که رئیس جمهور غنی در نشست روند کابل بسته بزرگ پیشنهادی صلح را برای طالبان پیشنهاد کرد، اما تا کنون طالبان در برابر این فراخوان چراغ سبز نشان ندادند. تصویر حمیده برمکی یکی از قربانیان حملات انتحاری حزب اسلامی گلبدین حکمتیار که در برابر خانه گلبدین حکمتیار نقاشی شده بود، نیمه شب از سوی مردان نقاب پوش با رنگ پوشانیده شد. برخی از گواهان این رویداد میگویند که شمار از مردان نقاب پوش برای این نقاشی رنگ پاشیدند. نقاشی تصویر زنی که یادآور حمله های خونین در شهر کابل است، اما این تصویر شبنگام از سوی مردان نقاب پوش با رنگ پوشانیده شد و اکنون نه تصویری بر جا مانده است و نه شعاری که در کنار این تصویر نوشته شده است. تصویر بانو برمکی با یک شعار ویژه بر همین دیوار در برابر خانه رهبر حزب اسلامی رسامی شده بود، اما پس از واکنش ها بر رسامی تصویر بانو برمکی بر این دیوار، این تصویر شبانگاه از سوی گروه ناشناس کاملا نابود شده است. وجدانشون یار اجازه نمیده که همو کار کرده خود ببینن. اینا مجبور میشن که همو تصویر یک تصویر دو تصویری که در جاده کاشانده میشه را از بین ببرن، نابود بسازن. اینا به حد قسیل قلب شدن که تاب توان دیدن تصاویر و جنایات دیروز خود اینا ندارن. حمید برمکی مسئول بخش پشتیبانی از کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر بود و در یک حمله انتحاری که از سوی حزب اسلامی گلبدین حکمتیار انجام شد همراه با 4 کودک و همسرش جان باخت. پیش از این گلبدین حکمتیار درباره این حمله چنین پاسخ داده است. ما مسئولیت عملیات را به عهده میگیریم که طبق برنامه حزب توسط افراد متعهد حزب انجام شده و به خاطر اهداف مشخص، اما مسئولیت عملی هر فرد حزب را البته
به حزب راجیست و نه حزب میتونه که مسئولیت هر فرد را به عهده بگیره. این تصویر کمتر از یک هفته در برابر خانه گلبدین حکمتیار در دیوار بود. اما پس از پاک شدنش ظاهراً برای دوباره نقش شدن این تصویر برنامه وجود ندارد. مردم افغانستان یادشان نرفته، قربانیایی که شهید شدن، مردم خانه‌های خود از دست دادن، مهاجر شدن، هزار مشقت دیدن، این مردم یادشان نرفته و ما به راه‌های مختلف این پروسه را ادامه می‌دهیم. هفته پیش گروه هنرسالار این تصویر را در برابر خانه گلبدین حکمتیار نقش کردند. این گروه هدف از کارشان را شکنجه روانی جنایتکاران گفتند. سخنگوی حزب اسلامی نمی‌خواهد در این باره گفتگو کند، اما میگوید که این تصویر از سوی اعضا و یا هواداران این حزب پاک نشده است. تا لحظات دیگر. احتمال توافق میان ارگ و جمعیت اسحاق رهگذر به حیث والی بلخ تعیین خواهد شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ نمایشگاه از نسخه های خطی قرآن کریم را در آرشیف ملی در کابل برگزار کرد. در این نمایشگاه اثرهای هنری کسانی نیز به نمایش گذاشته شدند که در 10 سال گذشته در کابل و 8 ولایت دیگر آفریده شدند. در این نمایشگاه نسخه خطی قرآن کریم از یک دختر کندهاری نیز به نمایش گذاشته شده است که در 7 سال و 6 ماه گذشته با دست نوشته شده است. نمایشگاه نسخه خطی قرآن کریم یک نمایشگاه تشویقی است، برای اینکه دیگران هم تشویق شوند و آثاری را که فکر میکنند ارزش زیرا داره که باید در آرشیف نگهداری شود بیارن اینجا انتقال بدن. زمرات افغان پس از سالها زندگی در پاکستان به افغانستان آمده است و با خانوادهش در کندهار زندگی میکند. وی مکتب نرفته است، اما از کودکی نزد مادرش قرآن کریم خوانده است و این نسخه کامل قرآن کریم را نیز در 7 سال و 6 ماه خودش نوشته است. خب ما به ډیر په خوشحالی جوړوي سهار به میلمون زو کې دې قرآن شریف د وکښنه استلم د ماشام در 12:30 بجې پر ما جوړوي درې کال از ما سفر جوړ کې بیا ما ورته ویل مل بس ازادي جوړ کړ بیا بس خدای پاک پر دیګار واس ورکې په 4 کال و 6 میاشتې میاشه کې د قرآن شریف د ترجمې د عربي سره پوره تکمیل جوړ کړي بیا په لاس په سوزان باندې په خمک دوزی باندې پسې جوړ کړي نوشته کوي بیا یې جوړوي. در این نمایشگاه یک نسخه خطی قرآن کریم نیز به نمایش گذاشته شده است که در آن ویژگی های دبستان هنری تیموریان به کار رفته است. میرولی صبری که این نسخه خطی قرآن کریم را خوشنویسی کرده است میگوید که این نسخه خطی کار مشترک 4 هنرمند است. به مدت 2 سال کامل خوشنویسیان انجام شد و به مدت 2 سال و نیم با تهذیب کاملا تمام گردید. بعضی آثاری که پیش مردم در خانه های خود است و توسط دست نوشته شده و خودشان نوشته کرده یک شاهکاری کرده و یک نمایشگاه خاصی گرفتیم به خاطر امی آثار شخصی مردم مؤمن افغانستان. در این نمایشگاه در کنار آن نسخه های خطی قرآن کریم که در آرشیف ملی نگهداری می شوند، نسخه های نیز به نمایش گذاشته شدند که از 8 ولایت کشور برای نمایش به این نمایشگاه آورده شدند. یک منبع حکومتی میگوید که قرار است اسحاق رهگذر به حیث والی تازه بلخ معرفی شود. این منبع می افزاید که انتظار می رود آقای رهگذر پیش از نوروز جانشین عطا محمد نور گردد. هرچند جمعیت اسلامی از این تصمیم ابراز بیخبری می کند، اما افضل حدید از چهره های نزدیک به عطا محمد نور می گوید که پیش از این اسحاق رهگذر، علمخان آزادی و فرهاد عظیمی از سوی جمعیت اسلامی همچون جانشین عطا محمد نور پیشنهاد شده بودند. در همین حال انجینیر محمد داود، کسی که پیش از این از سوی رئیس جمهور غنی به حیث والی بلخ معرفی شده است، درباره برکناریش ابراز بی‌خبری می‌کند. تا لحظات دیگر. هزارها نیروهای امنیتی آماده تامین امنیت پروژه تاپی. و
وزارت زراعت و آبیاری پروژه هایی را در چهارچوب برنامه معیشت بدیل با هزینه 2 میلیون دلار در ولایت ننگرهار آغاز کرد. وزیر زراعت و آبیاری می گوید که هدف از عملی سازی این برنامه تشویق کشاورزان به کشت فراورده های کشاورزی و جلوگیری از کشت خشخاش است و این برنامه در 6 ولسوالی ولایت ننگرهار عملی می شود. وزارت امور داخله برای تامین امنیت پروژه تاپی هزارها تن از نیروهای امنیتی را گماشته است. مسئولان در وزارت امور داخله می گویند که آنان آمادگی های لازم را برای تامین امنیت بهتر پروژه های تاپی عملی خواهند ساخت. تاپی پروژه ای که قرار است آسیای مرکزی و آسیای جنوبی را با هم بپیوندد و مهمترین دهلیز اقتصادی منطقه را ایجاد کند. کار عملی این پروژه در 23 ماه فوریه سال روان میلادی در ولایت هرات آغاز شد و به گفته وزارت معادن و پترولیم این نهاد آمادگی های لازم را برای پیشبرد این پروژه روی دست دارد. مسئولان وزارت امور داخله می گویند که برای تامین امنیت پروژه تاپی هزاران تن از نیروهای امنیتی را در این بخش گماشتند و تامین امنیت پروژه تاپی در اولویت برنامه های این نهاد قرار دارد. به هزارها نیروی امنیتی به خاطر تامین امنیت هرچی بهتر و خوبتر پروژه تاپی توظیف گردیده است. ساخت لوله گاز ترکمنستان با درازای 1814 کیلومتر از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند کشیده می شود و تا کنون تنها 147 کیلومتر این لوله گاز در ترکمنستان تکمیل شده است. پایپلاین افغانستان تر رسیده ده او موږ په هغه برخو باندې ډیر تمرکز کوو لکه د دې هغه تخنیکی چارې دي تر څو موږ وکولای شو په هغه سیمو کې چې دا پایپلاین تیریږي هغه پروګرامونه چې په پلان کې نیول شوي وو د دې د عملي کیدو لپاره هغه تطبیق وو. با بهره برداری از پروژه تاپی سالانه افغانستان گذشته از گرفتن گاز کافی از این پروژه بیش از 400 میلیون دلار حق ترانزیت گاز به دست خواهند آورد. تا لحظات دیگر. انتقاد ایالات متحده آمریکا از نبرد حکومت سوریه در غوطه شرقی. واشنگتن میگوید که اگر نیاز افتد نظامیان آمریکایی وارد سوریه خواهند شد. ریکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از مقامش برکنار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مایک پامپیو رئیس CIA را به حیث وزیر خارجه این کشور گماشته است. در همین حال جینا هاسپل به حیث رئیس CIA گماشته شده است و این نخستین زن است که به این مقام میرسد. سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد از ادامه عملیات نظامی حکومت سوریه در غوطه شرقی سخت انتقاد می کند و می گوید که اگر نیاز افتد آمریکا در سوریه وارد عمل خواهد گردید. در همین حال سفیر روسیه عملیات نظامی حکومت سوریه را در غوطه شرقی سرکوب هراس افغانان و یک کار مشروع می داند. همزمان با این گروه جیش الاسلام از یک توافق با روسیه از بهره بیرون کردن زخمیان از این منطقه خبر می دهد. خبرهای بیشتر در پایگاه اینترنتی تولونیوز قابل دسترس هستند. برای دسترسی به خبرهای افغانستان جهان و برنامه های تولونیوز به سایت tolonews.com مراجعه کنید. ادامه خبرها در تولونیوز تقدیم می شود. سپاسگزارم از توجهتان در تولو. سرخط خبرها. سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان خوشبینی با گفتگوهای صلح با طالبان. جیمز ماتیز می گوید که شمار از گروه های طالبان به گفتگوهای صلح با دولت افغانستان علاقه دارند. همه کارها برای رسیدن به یک آشتی است، یک مصالحه سیاسی، نه یک پیروزی نظامی، پیروزی که رای حل سیاسی خواهد بود. موضع‌گیری آلمان دین در حوزه جنوب شرق در برابر نبرد طالبان در افغانستان.
نبردهای طالبان جواز شرعی ندارند. دا جګړه جواز نداری زکه چې ټول افغانان پر مسلمانان حکم لري. نمایشگاه نسخه های خطی قرآن کریم. دختر کندهاری که نسخه از قرآن کریم را با دست نوشته است از تلاش هایش میگوید. ما به ډیر په خوشحالي جوړوي سهار به میلمون سبا کې دې قرآن شریف به مخشه نستلم د ماښام در دولس در یوې بجې خرمه جوړوي. و برکناری ریکس تلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا رئیس CIA به حیث وزیر خارجه آمریکا گماشته شده است. شمار از نمایندگان مجلس از مداخله ارگ و برخی از کسان دیگر در انتخابات هیئت اداری مجلس نمایندگان سخن میزنند. این نمایندگان میگویند که حکومت به جای اینکه مسئولیت های خودش را انجام بدهد در کارهای مجلس نمایندگان مداخله میکند. در همین حال اعضای این مجلس امیرخان یار را به حیث معاون دوم مجلس نمایندگان برگزیدند. محترم محمد عظیم موسینی. شماری از نمایندگان مجلس، حکومت و مقام‌های را در بلخ و کندهار به مداخله در انتخابات هیئت اداری این مجلس متهم می‌سازند. حرفای گفتم می‌شود که در این انتخابات درونی پلیسی جرگه و کمیسیون‌ها امپراتوری بلخ و امپراتوری قندهار و امپراتوری ولایت ارگ با میلیون‌ها افغانی مصرف کردند. به جای مداخله اوریانی که در رابطه با انتخابات پارلمانی میکنن انتخابات هیئت اداری داشتن، متاسفانه که نتیجه شما دیدیم. از سوی دیگر امیرخان یار با بعد از آوردن 125 رای به حیث معاون دوم مجلس نمایندگان برگزیده شد. من انشالله اونو یک چیزی رو نمیکنم که خدا نخواسته با میخانه ملت شرم باشه. ما امی اعتماد شما را که سر بالای ما کردین انشالله ای را نگاه میکنم. سالی محمد سلجوقی و هیله ارشاد برای کرسی دبیر نخست مجلس با هم رقابت کردند، اما هیچ یک از این دو نماینده برنده نشد. 11-12 رای باطل رسید. ایران ایالات متحده آمریکا را متهم می‌سازد که جنگجویان داعش را در افغانستان کمک می‌کند تا با این کار هراس‌افغانی را در منطقه دامن بزند و همسایگان افغانستان را تهدید کند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دیدارش از پاکستان می‌گوید که چرخبال‌های آمریکایی جنگجویان داعش را از ولسوالی هسک‌امینه ولایت ننگرهار و بخش‌های نامعلوم انتقال می‌دهند، اما واشنگتن ایران را بزرگترین حامی هراس‌افغانی در جهان می‌داند. وزیر خارجه ایران در سخنرانیش در انستیتوت مطالعات راهبردی پاکستان در اسلام آباد میگوید که تهران اطلاعات استخباراتی در اختیار دارد که نشان میدهند چرخبالهای امریکایی از ولسوالی دهبالای ننگرهار جنگجویان داعش را به بخشای نامعلوم انتقال میدهند. این خیال وهم است که امنیت را با پول خرید. این خیال است که امنیت را به بهای ناامن ساختن دیگران به دست آورد. اکنون ما در یک جهان متفاوت زندگی میکنیم. اما ایالات متحده که از حمله های بزرگ بر گروه داعش در افغانستان یاد میکند، اتهام پشتیبانی از این گروه را نمیپذیرد. واشنگتن ایران را بزرگترین پشتیبان هراس افغانی در جهان از جمله سوریه میداند. ایران و روسیه جنگ را همچنان بر ضد مخالفان سیاسیشان در سوریه ادامه می دهند. ایرانیان و روسها هرگز تمایل به برقراری آتش بس و پایان جنگ در سوریه ندارند. در همین حال وزارت دفاع ملی می گوید که هیچ مدارکی درباره پشتیبانی ایالات متحده از گروه های هراس افغان در افغانستان وجود ندارد. گپا به شکل ضد و نقیض ارائه می شود و سند و شواهدی در دست نیست. ایران و روسیه پیش از این گفته بودند که چرخبال‌های ناشناس جنگجویان داعش را از یک بخش به بخش دیگر در افغانستان انتقال می‌دهند. پیش از این حکومت افغانستان در نشست اخیر صلح کابل اعلام کرده است که هرگاه کشورهای منطقه درباره پشتیبانی برخی از کشورها از گروه داعش در افغانستان مدارک داشته باشند، کابل آماده است تا این مدارک را در همکاری با این کشورها بررسی نماید.
وزیر مبارزه با مواد مخدر پدیده مواد مخدر را در افغانستان خطرناکتر از جنگ با هراس افغانی میداند و میگوید که اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق این مواد بیشتر از ناامنی ها زندگی جوانان را میگیرد. این وزیر حکومت وحدت ملی که در مراسم تجلیل از روز جهانی همبستگی زنان در میان مسئولان وزارت ارشاد حج و اوقاف سخن میزد، از مسئولان میخواهند که در جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر در کشور همکاری نمایند. وزیر امور زنان در نشستی که به منظور تجلیل از 8 مارچ از سوی وزارت ارشاد، حج و اوقاف راه اندازی شده بود، از گسترش شمار معتادان در کشور ابراز نگرانی می کند و نقش عالمان دین را در کاهش کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر بسیار اثرگذار می داند. این جنگ اعلان ناشده و یک سونامی خاموش و اولادهای ما را ناخواسته از ما می گیرد و امروز ما اگر یک تعداد جوانا به جبهه جنگ کشته میشن، ولی یک تعداد اکثریت از یا به شکل گروهی و شکل جمعی در میدان اعتیاد کشته میشن، در میدان قاچاق مواد مخدر با رویاروی با دشمن کشته میشن. وزیر ارشاد، حج و اوقاف بر گسترش شمار زنان آموزش دیده در کشور تاکید می‌ورزد و نقش زنان را در بخش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در پیشرفت کشور اثرگذار می‌داند. در اوتو یک شرایط دخترها زنده به گور می‌شدند، زنها به میراث برده می‌شدند و از هیچ حق برخوردار نبودند. در یک مدت بسیار کوتاه در نماز جمعه وظیفه ساختن منبر، ای که گفتم منبر، ای هم جالب است، یعنی جایی که از اونجا تا روز قیامت پیام پیامبر اکرم علیه السلام به دنیا نشر میشه، یعنی استیج بسیار مهم است، نه؟ یا بگویم تریبون اسلام توسط کی ساخته شد؟ توسط یک زن یادآوری شد و در محافل گوناگون از یادآوری میشه و گفته میشه. فعلا با مبارزاتشان، با تلاشهایشان، با ظرفیتهای والایشان در جای قرار دارند که صدای رسایشان تا دورها میرسه. بر بنیاد آخرین گزارش ها در حدود 3 میلیون تن در افغانستان مواد مخدر کار میگیرند. وزارت صحت عامه میگوید که در حدود 1 میلیون زن به مواد مخدر معتاد هستند. مقام های محلی ولایت کندهار میگویند که نسل های پرندگان وحشی و اهلی در این ولایت در حال نابود هستند. رئیس زراعت و آبیاری کندهار میگوید که ادامه قطع جنگل ها و بدرازا کشیده شدن نبرد در این ولایت سبب شدند که نسل های پرندگان وحشی و اهلی با خطر نابودی روبرو شوند. کندهار ولایت است در حوزه جنوب کشور. ولسوالی های شمالی و مرکزی این ولایت با داشتن جنگل ها زیبایی های ویژه دارند، اما خشکسالی های سال های اخیر سبب شدند تا این جنگل ها با خطر نابودی روبرو شوند. رئیس زراعت و آبیاری کندهار میگوید که در این جنگل ها جانوران وحشی گوناگون نیز وجود داشتند. رنگ وحشی جو که حسیل رو او همدارنگ فس وحشی پسل رو لیول رو شغال پرانگان در ایلیل رو کارک دا کوتان مختلف قسم بلبل زرک دا منگل رو. آقای سعیدی میگوید که خشکسالی ها، قطع جنگل ها، شکار شکارچیان و نیز به درازا کشیده شدن نبرد ها سبب شدند تا نسل های جانوران و پرندگان وحشی و اهلی و خطر نابودی رو برآوردند. و بدبختانه باید بگم چه بدی اشکار یا مهاجرت در روان دی یا در نامنی دو وجنه یا در جنگون و تو ما مخیم ویلی چه در جنگ چه دی او دزی تو پونه در بخپلا در واشی مرغان چه دی در مهاجرت تا مجبور کوی. در همین حال شماره از فروشندگان پرندگان در کندهار میگویند که نبود این پرندگان سبب شده است تا پرندگان را از کشورهای دیگر به کندهار بیاورند. باشندگان کندهار از نهادهای مسئول میخواهند تا راهکارهای را روی دست گیرند که بر بنیاد این راهکارها نسلهای پرندگان نه تنها نابود نشوند بل افزایش یابند.
شمار بزرگ از باشندگان ولایت پکتیکا دست به اعتراضات زدند. معترضان با بستن شاهراه پکتیکا غزنی اعتراضشان را از بهر آنچه که بی‌پروایی مقام‌های محلی در تامین امنیت مردم میگویند ابراز کردند. این معترضان میگویند که راههایی که این ولایت به ویژه راه غزنی بسیار ناامن است، اما مقام‌های محلی برای تامین امنیت این راهها بی‌پروایی نشان می‌دهند. اینان خودشان را باشندگان ولسوالی‌های گوناگون ولایت پکتیا میگویند که دست به اعتراضات زدند. آنان با ریختن به جاده‌ها در شهر شرن مرکز ولایت پکتیا هشدار می‌دهند که تا زمان خیمه‌های تحصنشان را نخواهند برداشت که مقام‌های محلی شکایت‌هایشان را از بهر وجود ناامنی‌ها در شاهراه‌های این ولایت نشنوند. با گفته آنان راه‌های منتهی شده سه ولسوالی وازیخا، ورمی و تروی به مرکز این ولایت از بهر ناامنی‌ها بسته شدند و حراس افغانان از موترهای مسافربری مردم را پایین می‌کنند. د تیرو سوار لاسو پنځه لاسو کلو را په دې خو هم دغه لارې ناامن دي او پکتیکاوال ځوانان قومي مشران په دغه لارې کې قرباني ورکوي، شهیدان شوي دي، په دغه لارې کې کته کیږي او حالت په ډېر بیرحمانه ډول سره په شهادت رسیږي. ورزنی شکل په پکتیکا او د غزنی په لاره کې مونږ ورزنه یو ځوان یو سپینګیره یو مشر یو ملا یو قاری د لاسه ورکوو. دا غږ مو په زورونه پورته کړی، دا غږ مو په زورونه اوچت کړی دی، خو چرواکو نه دی اورېدلی. این معترضان میگویند که چندین بار والی و فرمانده پلیس پکتیکا تعهد سپردند که برای تامین امنیت شاهراها کار خواهند کرد، اما راههای منتهی شده این ولایت به غزنی و پکتیکا همچنان ناامن هستند. که اداری چارواکی دی لارې امنیت نه ساتلی، د پکتیکا قومو ته دې خوښې که او دغه جغرافیه چې د غزنی په ولایت پورې تړلې ده یا دغه سیمه دا دې د پکتیکا پورې وتړې، بیا موږ کولای شو چې موږ د دغې سیمې امنیت خوندي وساتو. زه غواړم چې د قمندان صاحب او والي صاحب ته یوه هیله ورنه کوو که دغه لارې د غزنی یا د پکتیکا په سیمه کې ناامنه دي، د تاسې مسؤلیت ته والي صاحب، قمندان صاحب د تا مسؤلیت ته چې د والي له چارواکو او د پکتیا له چارواکو سره کښېني او غونډې ورسره ونیسي او پکتیکاوالو ته دا لاره خلاصه شي. دیدگاه مسئولان امنیتی ولایت پکتیا را در این باره به دست آورده نتوانستیم. گفته نیست که ولایت پکتیا با کابل دو شاهراه دارد که یکی آن از ولسوالی زرمت ولایت پکتیا میگذرد و دومی از ولسوالی اندر غزنی. بخش هایی که به گفته شماری از باشندگان پکتیا در این شاهراه ها طالبان حضور فعال دارند. ادامه خبرها پس از وقفه کوتاه. دفتر ساحه‌ای کمیسیون مستقل انتخابات بدخشان در یک آزمون رقابتی کارمندان ساحه‌ایش را انتخاب کرده است. مسئولان این کمیسیون میگویند که محل‌های رای‌دهی را در 28 واحد اداری به شمول مرکز بدخشان فعال خواهند ساخت، اما شماره از اعضای شورای ولایتی بدخشان میگویند که دو ولسوالی بدخشان از سوی طالبان اداره میشوند و طالبان در 11 ولسوالی دیگر حضور گسترده دارند. سرانجام پس از یک هفته به تعویق و زخمی شدن چند تن از شرکت کنندگان آزمون کارمندان انتخاباتی در ولایت بدخشان، رهبری جدید این ولایت موفق شد که از دو روز به این سو کارمندان ساحه‌ایش را از راه یک آزمون رقابتی انتخاب کند. مسئولان دفتر ساحه‌ای کمیسیون مستقل انتخابات بدخشان میگویند که تا چند روز دیگر این کارمندان به تمامی ولسوالی‌ها فرستاده خواهند شد. کاری که اینا در مجموع میکنن، کارمندایی که در سطح مرکز است همه در جریان هستند که مطابق با لایحه و طرز عمل های کمیسیون مستقل انتخابات پروسه ثبت نام رای دهندگان قریب آغاز میشه و کارمندایی که در مرکز فیض آباد هستند و یا در ولسوالی ها، وظایفی از اینا فقط استخدام کارمندای مراکز رای دهی خواهد بود. اما پرسش این است که ولسوالی های وردوج جمگان بدخشان که از 3 سال به این سو از سوی طالبان اداره می شود و طالبان در چند ولسوالی دیگر حضور 70% دارند، پس چگونه در این بخش ها محل های رایدهی باز شود؟ مطابق به لایحه وظیفه انشاءالله انقریب آغاز می شود، وقت بسیار کمی مانده که باید پروسه آغاز شود. عملیات های وسیع را در ولایت های ناامن زیر پلان دارند و از طریق تلویزیون ها و رسانه ها شما می شنوین که اونا پلان های عملیاتی مخصوص در بدخشان زیر کار دارند و ما مطمئن هستیم که این عملیات ها انشاءالله سازماندهی می شود و تا شرایط انتخابات برای همه مساعد شود. در همین حال شمار از اعضای شورای ولایتی بدخشان به این باور هستند که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها با در نظر داشت اوضاع امنیتی در بخش های ناامن این ولایت
دور از امکان است. مدیریت سکتور امنیتی و دفاعی ما در اینجا متاسفانه مشکلات خود داره و این مناطق که ناامن مدت 2 سال میشه که اینا نتونستن یک قریه پیش برن. بنابراین ظرفیت در اینجا وجود نداره، امکانات کمتر است. تا یک عملیات گسترده و رهبری شده از طریق حکومت مرکزی در این محلات راه اندازی نشود، نیروهای محلی ما توان ندارد. تنها 8 روز دیگر تا بهار سال آینده مانده است، بهاری که آغاز فصل جنگ برای حمله های طالبان گفته شده است. از همین رو آگاهان نظامی به این باور هستند که انتخابات تنها در 50% خاک این ولایت راه اندازی خواهد شد. سالانه در افغانستان 33,000 تن جلغوزه به ارزش 800 میلیون دلار تولید می شود و بخش بزرگ از این جلغوزه ها به پاکستان صادر می شوند. مسئولان اتاق تجارت و صنایع در مراسم آغاز فعالیت اتحادیه جلغوزه افغانستان می گوید که به علت نبود مراکز پروسس و بسته‌بندی جلغوزه، این میوه گرانبها به نام پاکستان با کشورهای دیگر صادر می شوند و درآمد آن به جیب بازرگانان پاکستان می رود و حکومت تا اکنون نتوانسته است جلو این کار را بگیرد. اتحادیه جلغوزه افغانستان گشایش یافت. اتاق تجارت و صنایع در مراسم آغاز کار این اتحادیه میگوید که جنگل های جلغوزه در ولایت های خوست، پکتیکا، ننگرهار و لغمان یک گستره 43,000 هکتاری را در بر میگیرند. ټول جلغوزه په سل کې 30% پاکستان ته ځي، په پاکستان کې پروسس کیږي، په پاکستان کې بسته‌بندی کیږي او هغه په میلیونونو ډالرو په ارزښت باندې ځي به چین ته، هنګ کانګ ته، تایوان ته او نورو عربي هیوادونو ته. در این حال رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که تاکنون حکومت نتوانسته از جلو قطع جنگل های جلغوزه را در کشور بگیرد. متاسفانه قطع جنگلات هم تا به حال ما مانی شده نتانستیم. در این قسمت هم از بزرگان قوم که در اینجا حضور دارن توقع ما همیست که انشالله همکار باشن تا جلو قطع جنگلات گرفته شود. از سوی هم اتحادیه جلغوزه افغانستان با فراهمسازی سلطه ها در صادرات جلغوزه به کشورهای دیگر و نیز به ایجاد مراکز پروسس و بسته‌بندی جلغوزه تعهد می سپارد. موږ ژمنه کوو چې د وچې میوو او جلغوزیو د تولید، پروسس او پرمختګ په برخه کې به یو تحقیقي مرکز رامنځته کړو. در اینجا یکی از بانک های خصوصی با اتحادیه جلغوزی افغانستان تفاهم نامه ای را به امضا رسانید که بر بنیاد آن این بانک در دادن قرضه ها به بازرگانان جلغوزه و تضمین های بانکی به آنان کمک و همکاری خواهد کرد. دوی ته مونږه مالی ملاتړ ورکړو. د مالی ملاتړ نه مې د قرضو مطلب دی چې دوی ته مونږه قرضې ورکړو چې تر څو دوی په خپلو خپو ودرېږي. جلغوزه جمله میوه های خشک گرانبه های کشور است که درخت های جلغوزه بیشتر در ولایت های شرقی به گونه خودرو می رویند. دست فروشان ناحیه سوم شهر کابل در واکنش به پاکاری جاده ها از دست فروشان از سوی شهرداری کابل دست به اعتراض زدند. آنان میگویند که شهرداری کابل بیان که برای کاربارشان جای بدیل فراهم سازد، آنان را از کنار جاده ها میراند و از سوی دیگر شمار از کارمندان شهرداری از دست فروشان در برابر ماندن در جاده هایشان پول میگیرند. دانشگاه پلی‌تکنیک نشست ملی را برای پشتیبانی از پژوهش‌های علمی و توسعه انجینری در کشور به راه انداخته است. رئیس این دانشگاه هدف از راه اندازی این نشست را فراهم آوری منابع علمی کافی برای عملی سازی پروژه‌های گوناگون توسعه‌ای در کشور می‌گوید. و پایان خبر ده و تا دقایق دیگر همکارم خبرهای ورزشی را تقدیم می کند. خداوند نگهدارتان. ملی پوشان کرکت کشورمان در رقابت های راهیابی به جام جهانی به اساس تفاوت امتیاز به جمع 6 تیم برترین رقابت ها راه پیدا کردند. در این رقابت ها افغانستان با 3 شکست در برابر زیمبابوه، اسکاتلند، هنگ کنگ و 1 پیروزی در برابر نیپال با تفاوت امتیاز جایگاه 3 را در جدول رده‌بندی گروه B به دست آورد و راهی 6 تیم برتر این رقابت ها شدند. سوپر 6 تا سیمنگا کرکٹ لارا پیدا کړه، منګا ډیر زیات خوشاله په دې باندې. سکل نیپال هنگ کنگ سره لوبه لرله، منګا ډیر زیات دواګانې کولې سه نیپال له هنگ کنگ نه لوبه وګټي. ورزش کرکت ما در 6 بهترین را پیدا کرد، اینجا افتخار به کل ملت افغانستان است.
این در حال است که ملی پوشان کرکت کشور پنجشنبه همین هفته در نخستین بازیش در جمع 6 تیم در برابر وست ایندیز بخت آزمایی خواهند کرد. رقابت‌های راهیابی و جام جهانی میان 10 تیم به میزبانی زیمبابوه در این کشور در حال برگزاری است. اینان ملی پوشان وزنه‌برداری کشور هستند که بعد از پیروزی در رقابت‌های بین‌المللی جام فجر و با به دست آوردن 6 مدال برنز صبح امروز به کشور برگشتند. حدود 12 کشور در این مسابقه شرکت کرده بودند که شامل 15 تیم میشد که در حدود 3 تیمش از خود کشور ایران بود که حساب تیمی هم تیم خود شهرستان خوزستان ایران مقام اول شد و تیم دوم هم از سوریه بود، تیم سوم از نیپال. عریفایم از یکش از ایران بود، از نیپال بود، از خود کشور سوریه بود، از کشور عراق بود. در همین حال ترینر تیم ملی وزنه‌برداری کشور از نبود امکانات ورزشی برای آمادگی در رقابت‌های بین‌المللی چنین می‌گوید: خواست ما از تبه بدنی و کمبودی از وسایل وزنه‌برداری است. از نگاه البته میله و از نگاه البته وزن. سومین دور رقابت‌های بین‌المللی جام فجر با شرکت 10 کشور به میزبانی اهواز ایران برگزار گردیده بود که ملی پوشان وزنه‌برداری کشورمان با به دست آوردن 6 مدال برنز به کشور برگشتند. شاگردان جوزه مورینیو در دیدار رفت با نتیجه بهتر از 0-0 دست پیدا نکردند و این در حال بود که سیویا کنترل بازی را در دست داشت و موقعیت‌های خوبی نیز ایجاد کرد که با درخشش دیخیا این موقعیت‌ها از دست رفت. پس از آن بازی یونایتد در لیگ نتایج نسبتاً خوبی کسب کرده و روز سه‌شنبه نیز موفق شد 2-1 لیورپول را شکست دهد تا با روحیه و انگیزه بسیار بالایی برای این بازی آماده شود. شیاطین سرخ به دنبال صعود به جمع 8 تیم هستند تا بتوانند به رویای کسب جام خود ادامه دهند. به نظرم ما یک تیم خوب در این رقابت ها نیستیم، اما فکر می کنم تیمی که بتواند به جمع 8 تیم راه پیدا کند هر کاری ممکن است. به نظرم زمانی یک تیم به جمع 8 تیم برتر راه پیدا می کند که احساس بهتر بودن را می کند، اما هر اتفاق ممکن است در بازی ها بیفتد. در آن سو سیویا روزهای خوب را پشت سر نمی گذارد و نتایج خوب در هفته های اخیر کسب نکرده است. در 6 بازی اخیر آنها 3 پیروزی، 2 شکست و 1 تساوی به دست آوردند و در بازی آخر خود که روز شنبه برگزار شد مقابل والنسیا متحمل شکست شدند و از لحاظ روحی وضعیت خوب نخواهد داشت. دو تیم تا به حال دو بار به مسافه یکدیگر رفتند که سهم سیویا 1 پیروزی بوده و دیگر بازی نیز با تساوی به پایان رسیده و شیاطین سرخ موفق به شکست رقیب اسپانیایی خود نبودند. بلیند، هررا، روخو و جونز به علت مصدومیت در این بازی غیرحاضر هستند و حضور زالاتان، مارسیال و پوگبا مشخص نیست. در آن سو نیز خصوص نواز مهمترین غیرحاضر سیویا خواهد بود. با توجه به ناکامی پاری سن ژرمن در لیگ قهرمانان، خبرهای زیادی در مورد احتمال بازگشت نیمار به لالیگا منتشر شد که کوتینیو از این شایعات استقبال می‌کند. نیمار بازیکن بزرگ است که من در تیم ملی کنار او حضور داشتم. هم بازی بودن با او امتیاز بزرگی به شمار می آید. اگر قرار به بازگشت نیمار باشد، اتفاق خوبی رو خواهد داد و البته که ما درها را برای بازگشت او باز خواهیم گذاشت. کوتینیو در مورد نهایی شدن توافق آرتور با بارسلونا گفت: او نیز بازیکن با کیفیت دیگر است که من در برزیل با او هم بازی بودم و آرتور کیفیت و شخصیت فراوانی به تیم در زمین اضافه خواهد کرد. همچنان او بیرون از زمین هم انسان بسیار خوب است. تابستان گذشته بود که نیمار پس از 1 ماه پرحاشیه و نشر خبرهای ضد و نقیض در نهایت خبر از ترک بارسا داد و رسما تقاضای جدایی کرد. او با قرارداد 5 ساله و به ارزش 222 میلیون یورو از بارسلونا به باشگاه پی اس جی پیوست. ریکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برکنار شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مایک پومپیو رئیس CIA را به حیث وزیر خارجه تازه گماشته است. در همین حال جینا هایپسل به حیث رئیس CIA گماشته شده است. او نخستین زن است که به این مقام می رسد.
کاروان حامل رامی حمدالله نخست وزیر فلسطین آماج یک بم قرار گرفت که در آن 7 تن زخم برداشتند. این رویداد هنگامی رخ داد که کاروان موترهای نخست وزیر و جنرال مجید رئیس امنیت فلسطین به سوی غزه در حرکت بودند. اما در این رویداد به این دو مقام فلسطینی آسیبی نرسیده است. ایران پاکستان را دعوت کرده است که در بندر چابهار سهم بگیرد. جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در پاکستان به سر می‌برد می‌گوید که پاکستان و چین را دعوت کرده است که در ساخت پروژه بندر چابهار و پیوند دادن آن با بندر گوادر سهم بگیرند.